گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم در سال 2013. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم در سال 2013 در روز 3 آوریل 2014 10 اردیبهشت 93 منتشر شد. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم در 6 فصل منتشر شد. در فصل سوم این گزارش که مربوط به کشورهای حامی تروریسم است، رژیم ایران بار دیگر اصلی ترین پشتیبان تروریسم در سال 2013 شناخته شده است. برای نامگذاری یک کشور به عنوان حامی تروریسم، وزیر خارجه بایستی تعیین کند که دولت چنین کشوری مکررن از اعمال تروریستی بین المللی پشتیبانی کرده است. طیف وسیعی از تحریم ها در نتیجه این نامگذاری اعمال می شوند که عبارتند از ممنوعیت صادرات و معاملات مرتبط به تسلیحات، کنترل کالاهایی با کاربرد دوگانه که ممکن است ظرفیت نظامی یا توان حمایت کشور لیست گذاری شده از تروریسم را ارتقا بدهد، ممنوعیت همیاری اقتصادی و اعمال تحریم ها و محدودیت های مالی. ایران که از سال 1984 به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته شده، به فعالیت مرتبط با تروریسم خود ادامه داده است. از جمله این که از گروه تروریستی فلسطینی در غزه و حزب الله لبنان حمایت کرده است. حضور خود را در آفریقا افزایش داده و تلاش کرده برای جدایی طلبان حوثی در یمن و به اپوزیسیون شیعی در بحرین سلاح قاچاق کند. ایران از نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه های دست نشانده اش برای اعمال اهداف سیاست خارجی خود استفاده کرده و به عملیات اطلاعاتی خود پوش و استتار می دهد و در خاورمیانه بی ثباتی ایجاد می کند. سپاه قدس مکانیزم اولیه برای ایجاد و پشتیبانی از تروریست ها در خارج را می پروراند. ایران کشور سوریه را به عنوان یک معبر برای ارسال سلاح به حزب الله می‌بیند، گروهی که اولین بهره‌ور پول‌های ایران است. در سال 2013 ایران به تامین سلاح، کمک مالی، تعلیم و تسهیل جنگجو برای سرکوب بیرحمانه توسط رژیم اسد ادامه داد. سرکوبی که به کشته شدن بیش از 100 هزار نفر شهروند در سوریه تاکنون انجام می‌ده است. ایران به طور علنی اذعان کرده که اعضای سپاه را به سوریه با نقشی مشاورتی اعزام می کند. گزارشات حاکیست برخی از این سربازان در سوریه اعضای سپاه پاسداران هستند که به سوریه در نقش مشاورتی فرستاده شده اند. گزارشاتی هم هست که نشان می دهد برخی از این سربازان در سوریه اعضای قدس سپاه پاسداران هستند که در سوریه نقش مستقیم در عملیات رزمی داشته اند. در فوریه سلشگر حسن شاطری فرمانده ارشد سپاه قدس سپاه در نزدیکی زبدانی در سوریه کشته شد. این اولین بار بود که مرگ یک مقام نظامی ارشد ایرانی در سوریه اعلام می شد. در ماه نوامبر محمد جمالی زاده پاقلعه فرمانده قدس سپاه نیز در حلب سوریه کشته شد. متعاقب آن رسانه های ایران گزارش دادند که پاقلعه در سوریه داوطلبانه شرکت داشت تا از مسجد زینب در دمشق دفاع کند، اما ردیابی مرگ پاقلعه در 200 مایلی به دور از مسجد زینب گزارش شد که نشان داد ایران عملیات نیروی قدس سپاه در سوریه را مخفی نگه داشته است. ایران به طور تاریخی به گروه‌های تروریستی فلسطینی از جمله جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل سلاح، آموزش و کمک‌های مالی داده است. گرچه روابط حماس با تهران به خاطر جنگ داخلی سوریه تیره شده است. ایران همچنین به مسلح کردن حزب الله که نقض آشکار قطعنامه 1701 شورای امنیت می‌باشد، ادامه داده است. ایران صدها میلیون دلار برای حمایت از حزب الله در لبنان پول فراهم کرده و هزاران نفر از اعضای آن را در کمپ‌هایی در ایران تعلیم داده است. این جنگجویان تعلیم دیده اغلب از این مهارت‌ها در حمایت از رژیم اسد در سوریه استفاده می‌کنند.
با وجود تعهد ایران که از ثبات عراق حمایت می کند، ایران به گروه های جنگجوی شیعی عراق تعلیمات نظامی، کمک های مالی و رهنمود و خط و خطوط داده است. نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در هماهنگی با حزب الله آموزش ساخت و به کارگیری مواد منفجره ابتکاری پیچیده و سایر تسلیحات پیشرفته را به شبه نظامیان شیعه عراقی در خارج از عراق و همچنین مشاوره نظامی در داخل عراق داده است. مانند افراد حزب الله، بسیاری از این شبه نظامیان آموزش دیده شیعه سپس مهارت‌های خود را در جنگ برای رژیم اسد در سوریه به کار می‌گیرند که غالباً به درخواست رژیم ایران است. در 23 ژانویه 2013 مقامات یمنی یک کشتی ایرانی به نام جهان را در سواحل یمن توقیف کردند. این کشتی حامل موشک‌های ضد هوایی پیشرفته چینی، مواد منفجره C4، موشک‌های RPG و مقادیر دیگری سلاح و مهمات بود. این محموله کمک‌های مرگبار احتمالاً به مقصد جدایی طلبان حوثی در یمن شمالی در حرکت بود. در اواخر آوریل 2013 دولت بوسنی دو دیپلمات ایرانی به نام‌های سهراب جدیدی و احمد حمزه دولاب را پس از آنکه سرویس اطلاعاتی اسرائیل گزارش کرد آنها اعضای وزارت امنیت و اطلاعات ایران هستند، آنها را عناصر نامطلوب اعلام کرد. یکی از این دو نفر در هندوستان، گرجستان و تایلند دیده شده بود. هر سه کشور هدف بمب‌گذاری‌های همزمان در فوریه 2012 بودند. هر دو دیپلمات متعاقباً از بوسنی اخراج شدند. در 29 دسامبر 2013 گارد ساحلی بحرین یک قایق تندرو مملو از سلاح و مواد منفجره که احتمالاً به مقصد مخالفان شیعه در بحرین در حرکت بود را توقیف کرد. مقامات بحرینی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را متهم به دادن آموزش مواد منفجره به شبه نظامیان اپوزیسیون برای اقدام به حمله در بحرین می کنند. این اقدام گارد ساحلی بحرین منجر به کشف دو انبار سلاح و مهمات در بحرین، از دور خارج کردن یک خودروی بمب‌گذاری شده و بازداشت 15 شهروند بحرینی شد. ایران کماکان تمایلی ندارد که اعضای ارشد القاعده را که در این کشور تحت نظر هستند به دست عدالت بسپارد و از اعلام هویت آنها خودداری می کند. ایران اجازه داد تا تسهیل کنندگان القاعده محسن الفضلی و عادل رازی سخر الوهابی الحاربی یک مسیر تسهیل عبور و مرور که القاعده را قادر می ساخت پول و رزمندگان را به آسیای جنوبی و سوریه منتقل کند راه اندازی کنند. الفضلی یک مأمور قدیمی القاعده می باشد که به مدت سالیان فعالیت داشته است. الفضلی در سال 2009 شروع به همکاری با شبکه تسهیل کنندگی القاعده در ایران کرد و بعدها توسط مقامات ایرانی دستگیر شد. او در سال 2011 آزاد شد و رهبری شبکه تسهیل کنندگی القاعده در ایران را به عهده گرفت. ایران کماکان حکومتی است که در زمینه تکثیر تسلیحاتی باعث نگرانی است. ایران به رغم قطعنامه‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل که آن را ملزم به توقف فعالیت‌های حساس تکثیر سلاح‌های اتمی می‌کند، به نقض تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش ادامه داده است. شبه نظامیان شیعه به تهدید امنیتی عراق در سال 2013 ادامه دادند و متهم شدند که مسئولیت حملات متعددی را علیه اعضای مجاهدین خلق که همچنان به اقامت در کمپ حریه نزدیک بغداد ادامه می‌دهند را به عهده داشتند.